بسم الله الرحمن الرحیم خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از سیمای حضرت فاطمه سرور زنان بهشت تا اونجا رسیدیم که گفتیم که دختران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که جز اولین کسانی بودند که ایمان رو پذیرفته بودند و فاطمه دختر نوجوانی هست در زمانی که فشارها و اذیت و آزار مشتکین بر علیه رسول خدا صلی الله علیه شدت گرفته و اونجا به اون مرحله رسیدیم گفتیم که سران قریش نشسته بودند و اون گردن کلفتان و مشتکان و بدخواهان و خراف پرورانشون و یکی گفت کی پیدا میشه که این کسافت های شطور رو مثلا روی محمد بندازه ما سر رسول خدا صلی الله علیه و در همونجا بالاخره اطراف کعبه بودند دیگه در حال سجده بود و عقبت ابن نبی معید بلند شد این ستمگر و این انسان فاسق و فاجر گفت من این کارو میکنم شتابان رفت بالاخره این کتاب صفات ها و آشغال ها رو آورد روی رسول خدا صلی الله علیه و سلم ریخ در حالی که پیامبر در سجده بود و خبر وقتی به فاطمه رسید رضی الله عنها خب خودش رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رسوند و اینها رو از روی پیامبر پاک میکرد و میشست سر و روی پدر رو تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمازش تمام شده بود همچنان اون سران قریش اونجا نشسته بودند و قاه قاه میخندیدند و خوشحال از این رفتار زشتی که با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انجام دادند. اینجا بود که پیامبر دعا کرد و نفرین کرد که خدا یا تو خودت میدونی با اینها چه کار میکنی با ابو جهل و شیبه و با عقبت ابن عبی معید که خداوند این چنین کرد که در جنگ بدر اینها کشته شدن و پیامبر رو بیارانش کرد میدونید اینها با من چه کردن مثلا عقبت ابن عبی معید گفت اینها اومدن در حالی که من در سجده بودم در مقام ابراهیم بودم در سجده بودم و یک بار اومد این آقوات ابن عبی محیط پاشو روی گردن من گذاشت و چنان فشار داد من تحت فشار قرار داد که من احساس کردم چشمانم میخواد از صورتم یا بزنه بیرون به ما از سرم بزنه بیرون یک بار دیگه اومد این کسافت ها و آشغال هایی که بعد از زایمان مثلا شطور از گوسفند رو برداشت و من در سجده بودم روی من ریخت و دخترم فاطمه اومد بود بالای سر من و من رو سر صورتمو میشست و تمیز میکرد و این همون مصیبتی است که اینها بر من وارد کردن و شکنجه و آزاری که من پیامبر خدا بودم و خداوند هم به همین سبب این انتقام رو از اینها گرفت بله این صحنه بود از صحنه هایی که فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد بود که با پدرش چه کردن قریش روش های متعددی رو برای اذیت و آزار بنی هاشم و خاندان عبدالمطلب به کار گرفت یکی از کارهایی رو که به کار گرفت این بود که سه سال اینها رو در شعب ابی طالب تحت محاصره اقتصادی و فشار و بالاخره اذیت و آزار و ممانعت رفت آمد و اینها قرار داد و چنان سختی و گرسنگی بر پیامبر خدا و خاندان پیامبر خدا و مسلمانان وارد شده بود که بسیار این شدید بود که گفته شده که فاطمه رضی الله عنها تحت تاثیر این فشار اقتصادی تحت تاثیر این حصار در حالی که نوجوان هست جوانی بیشتر نیست شاید 16 سال یا 14 15 سال بیشتر سن و سال نداشته بسیار رویشون اثر کرد و دچار بیماری شده بود که این بیماری تا لحظه ای که ایشون از این دنیا رفتن رو از این بیماری رنج می بردن. بله این حصار و این میشه گفت شرایط سختی رو که بر پیامبر خدا و خانوادش و اقوامش و یارانش قرار داده بودن سه سال گذشت اما خداوند همه اینها رو بالاخره سربلند از این آزمایش بیرون آورد و چرا که اینجا این بعد مسلمان ها قانون الهی بود که این تجربه رو می داشتن. اما بالاخره زمان زیاد دور نگذشت و هنوز این سختی این حسار و این بالاخره محاصره اقتصادی و محاصره اجتماعی و این فشاری که بر اونها قرار داده بودن تقریبا به نوع اینها رو در حصل قرار داده بودن مثل که الان میگن حسل خانگی اما با ما متعدد زیاد نگذشته بود که ام خدیجه رضی الله عنها از دنیا رفتن و فاطمه رضی الله عنها خب بالاخره مادری خودشون از دست داده بودند و این تکیهگاه مهمی است برای هر دختری هر فرزندی که مادر خودش رو از دست میده اما بالاخره این رو هم با صبر و بردباری پشت سر گذاشتن و پیوستگی و روحیه و ارتباط قلبی خودشون و عاطفی خودشون و پدر خودشون رسول خدا صلی الله علیه و بیشتر کردن و طرفی سعی می‌کردن که به پیامبر محبت کنه به عنوان یک دختری که می‌دید که مادر رو هم از دست داده و طبیعتاً می‌دونید دیگه این صحنه ها چگونه هست تا اینکه بالاخره خداوند این چنین رقم داد که پیامبر خدا به مدینه اجرت کنه و بعد هم کسانی رو فرستاد که خانواده‌اش رو هم به مدینه بیاره پس حضرت فاطمه هم ببینید از همین مقام هجرت بهرمند میشه و بالاخره در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و پدر خودش در مدینه در میان انصار قرار میگیره کسانی که دیگران رو یعنی اهل ایمان رو بر خودشون ترجیح میدادن مهاجران رو بر خودشون ترجیح میدادن تا اینکه سال دوم هجرت رسید سال دوم هجرت رسید سالی است که حضرت علی رضی الله عنه با حضرت فاطمه رضی الله عنها با هم ازدواج میکنند بعد از قذوه بدر بزرگ قذوه بدر کبرا که اصطلاح گفته میشه ماجرا هم به این جریان هست که ببینیم که این خواستگاری و ازدواج چگونه هست داستانی مبارک برای امت اسلامی جهان اسلامی و برای بشریت بذاریم که این داستان رو خود حضرت علی برای ما تعریف کنه ببینیم که چگونه ایشون این داستان رو تعریف میکنه این داستان مبارک رو اینگونه گونه نقش شده که میگه که فاطمه رضی الله عنها رو از رسول خدا صلی الله علیه و سلم تعدادی خواستگاری کرده بودن بالاخره افرادی رفته بودن و اون کنیزی داشت حضرت علی بالاخره مولاتی داشت کسی که خدمتشون میکرد و بهش اومد گفت که نگاه کن خبر داری که فاطمه را از رسول خدا صلی علیه و سلم خواستگاری کردن من گفتم نه من خبر ندارم گفتش که بله فاطمه ازش خواستگاری شده اما چرا تو نمیری از فاطمه خواستگاری کنی از رسول خدا الله علیه و, سلم و اگه تو بری خواستگاری کنی رسول خدا قبول خواهد کرد میگه من بهش گفتم خب من چیزی ندارم که بخوام ازدواج بکنم و وقتی که مردی که چیزی نداره نه مالی نه نه درآمدی چگونه میتونه ازدواج کنه گفت اون خادمه گفت نه تو اگر بری پیش پیامبر و پیامبر خدا صلی الله علیه و فاطمه رو به تو خواهد داد در هر صورت حضرت علی میگه که اینقدر منو تشویق کرد تا اینکه من تصمیم گرفتم برم پیش رسول خدا صلی الله و سلم میگه رفتم پیش رسول خدا در برابر رسول خدا صلی الله و سلم نشستم و و بالاخره سکوت کردم اصلا از جلال و هیبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خجالت میکشیدم حرف بزنم خب حضرت علی هم جوان هستش میگه بعد پیامبر رو به من کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت علی چی شده اومدی اینجا یا نیازی کاری داری حضرت علی میگه من همچنان ساکت بودم نمیدونستم چی بگم بعد میگه پیامبر گفت شاید که اومدی خواستگاری فاطمه خب حضرت علی تو خونه پیامبر هم بزرگ شده بود دیگه در واقع میگه گفتم بله یا رسول الله تو چیزی داری به عنوان بالاخره مهریه فلان بخوای تقدیم بکنی برای خواستگاری برای این ازدواج گفتم لا والله یا رسول الله من که چیزی ندارم بخوام بدم گفت اون سپری که مثلا به داده بودم در جنگ استفاده می کردی که به عنوان اصلاحی جنگی بود آیا اون رو داری؟ گفتم بله اون نزد منه اما اون دیگه الان پاره شده و چیزی نداره یعنی بیارزشی هست قیمتش هم فکر نمی بیشتر از چهار درهم باشه اشکال نداره من دخترم فاطمه رو با همین سپر به عقد تو در میارم و من اونو رو بفروش و بالاخره بده دخترم حتی نقش شده در این مورد حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حالا مفصل در این تاریخ که حضرت علی رو کمک کردند حتی برخی گفتن که این چه سپر ارزشمندی بود و به قیمت زیادی خرید فکر کنم حضرت عثمان یا حضرت ابوبکر الان یادم رفته و بعد دوباره باز به حضرت علی هدیه دادن در هر صورت این گونه بود بعد پیامبر خدا صلی الله علیه گفت بله این مهریه فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محبوب خدا رفت پیش فاطمه دخترش گفت که نگاه کن حضرت علی اومده است و خواستگاری میکنه در مورد تو صحبت میکنه حضرت فاطمه سکوت کرد پیامبر گفت خب پس این سکوت یعنی علامت رضاست است یعنی حضرت فاطمه رو به عقد حضرت علی در آورد در اون موقع سن حضرت فاطمه 18 سال بود و حضرت علی 22 سال بود بر اساس اون چه که مورخین نقل میکنن بله پیامبر خدا دعا کرد برای اونها اون شب عروسی اونها بالاخره همه اصحاب دست به دست هم دادن و مراسم خوبی رو برگزار کردن پیامبر خدا سر سردم خاص آب بیارن آب آوردن وضو گرفت و وقتی که وضو گرفت رو به حضرت علی کرد از اون آبی مقداری برایشون ریخ و گفت اللهم <الله> بارک فیه ما و بارک لهما فی نسل ما که خداوند به اینها برکت بده و در نسل اونها برکت بده و مشابه این دعا هم دعای ازدواجی که پیامبر به مسلمانان یاد داده وقتی کسی که دختر زن و مردی دختر پسری ازدواج میکنن در اون شب این دعای برکت خونده باشه در هر صورت خاندان عبدالمطلب و صحابه پیامبر در اون شب سراسر نورانی خوشحال بودنی این مراسم رو گرفتن حمزه عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب طبیعتا در اون مراسم کم نگذاشت ایشون هم بالاخره تعدادی از شطران خودش رو قربانی کرد به مردم قضا داد و حضرت فاطمه به خونه همسر خودش رفت و این خونه خونه خیلی ساده ای بود فکر نکنید مثل خونه آقازاده امروز بود خونه ای بود که فرش درش وجود نداشت تعدادی ظرف های خیلی محدودی که برای غذا خوردن بود و بالشت اینها و اینا هر چیزایی که بود چیزایی از خلی... لیف خرما بود و در نهایت سادگی بود که از پوست مثلا گوسفندی بزی چیزی بودش که در درش لیف خرما قرار داده بودن یک ظرفی هم بود برای اینکه درش آرد میکردند و خمیر میکردند ولی خونهشون دور از خونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود بعد از مدتی پیامبر خدا صلی الله علیه, علیه و سلم نزد فاطمه رفت گفت میخوای تو رو بیارم نزدیک خودم پیش خودم فاطمه گفت اگه میگیش یا اگه امکان داره رسول خدا با حارث ابن نومان که همسایت اون هست صحبت کن تا من تا ما خونمون رو بیاریم اونجا انتقال بدیم که نزدیک شما باشیم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقت با حارث وقت صحبت کرد حارث قبول کرد این جریان رو و بالاخره این گونه شد که حارث خونه خودش رو در اختیار حضرت علی و حضرت فاطمه قرار داد و این خونه جز خونه از خونه های بنی نجار نزدیکترین خونه به خونه پیامبر بود که بالاخره پیامبر خدا هم برای اونها دعا کرد یا رسول الله خونه من چی مال من زندگی من از آن شماست و از آن خدا هست و از آن رسول خدا و این حرفا چیه تا اینکه پیامبر حضرت فاطمه و حضرت علی به اون خونه منتقل شدن و در نزدیکی خونه پیامبر اومدن تا همینجا داستان ما رو داشته باشین تا ادامه داستان رو بتونیم در جلسه بعد خدمتتون ارائه بدیم خدایا رو نگهدارتون باشه